یک بار دیگر صلاح الدین وردک در خدمت شما قرار داره و درسای ما در لیمیت رسیده، درس سوم ماست. انشالله در باره خواص لیمیت و یک دو تا قضیه گپ داریم به نام قضیه بی‌نهایت و قضیه ساندویچ. این دو قضیه را امروز واضح میکنیم، بسیار آسان هستن، با ما باشین. دوستای عزیز، کارخانگی ها را بهتان قبلا داده بودم و فعالیت ها را انشالله خوب اجرا کردیم، برای ما بعضشان ارسال کردن، ما دیدیم خوبتر است. اما تمامتان به این سهم نگرفتین، متوجه باشین که نمرات امتحان چهارده ماهتان از این فعالیت ها، از این کارخانگی ها و از این درس ها می باشد و از شما اخذ میشه، متوجه از بسیار می باشین. خب میاییم سر خواص لیمیت. لیمیت دارای کدام خواص می باشن؟ من یک چیزی را به شکل کوتاهش برتان میگم که تمام خواص اینمی یک جمله در بر داشته باشن و یک باز یکان تا سرش سرو فوکس هم میکنیم. کوتاهش ای است که شما اقعیر یاد بگیریم که لیمیت که است همیشه پشت متحول میدود. تو به شکل آمیانه برتان بگویم لیمیت که هست، تقرب لیمیت ما که هست، همیشه پشت متحول گرفته و پشت از دمون میره. هر جایی که متحول ما قرار داشته باشه لیمیت هم همونجا پشتش میره. و مثلا من براتون به یک دو سه سوال کار کنم. لیمیت که مثلا x تقرب کنه به 2، اینال من یک تابل مثلا نشته بکنم اینجا که 3x منفی منفی 5. اینجا نشته میکنم که کل به توان 1000. سعی کنن اگر ما این 3x منفی 5 به توان 1000 را انکشاف بدیم، این ما در 100 سال نمیتونیم محاسبه کنیم، یعنی این ناممکن است که این را ما محاسبه کنیم. اما لیمیت ما گفتیم که پشت متحول میدود، در داخل جذر باشد، داخل جذر پشتش میره و اگر در داخل قوس باشه همونجا داخل میشه، در مخرج باشه همونجا میره، در توان باشه همونجا میره، هر جایی که متحول باشه متحول x y لیمیت هم همونجا پشتش میره. اینم تو بگیم قوس ما را خودش میگیریم، لیمیت داخل قوس میکنیم، عین به متحول میبریم. اتو میکنیم که لیمیت که x تقرب کنه به 2، 3x منفی 5، این خودش این توان کسی را حالی نشته میکنه. لیمیت کجا داخل شد؟ داخل قوس شد. حالی ما قیمت عوض میکنیم، بجای x 2، 3 ضرب 2 6، از 6 که 5 بره 1 میمونه. 1 به توان چند؟ 1 به توان 1000، 1 به هر توان 1 است. لیمیت ما پیدا شد، جوابش چند شد؟ 1 شد. یا یک مثال دیگه، مثلا لیمیت که x تقرب کنه را x ما تقرب کنه فرضاً به 0، اینجا من نشته میکنم 2 تقسیم 2 منفی 1 بر x، یک کسر و کسر است، یک تابش. اینال این ما چطور میتونیم حل بکنیم؟ یا مثلا اینی را اینی صفر را من عدد 1 قرار میدم، یک ذره آسان‌تر شد و خاطر کنیم یا باز دارید نهیمشه. خب اینی لیمیت ما این در اینجا آورده میتونیم، چرا که متحول ما در اینجا است. دو را خودش نشته میکنم، اینی دو خودش منفی خودش یکم خودش x در اینجا است متحول. لیمیت میارم در پولی از اینش نمیکنم، لیمیت که x تقرب کنه با 1 از x، این در اینجا لیمیت پایین آوردم. چرا؟ به خاطر که لیمیت پشت متحول میده و دو خودش، این دو را خودش نشته میکنیم، دو منفی اینجا 1 است، اینجا که بجای x 1 عوض کنیم چند میشه؟ 1 میشه. خیلی از اینجا دو خودش بر از یک تقسیم یک شوه چند میشه؟ 1 میشه. این میشه 2 منفی 1 تقسیم 1 1، این میشه 2 خودش از 2 که 1 کم شوه 1، 2 تقسیم 1 2، یعنی قیمت لیمیت ما چند شد؟ 2 شد. خب امید است که این طریقه کوتاهش یاد داشته باشین. هر جایی که متحول بود شما لیمیت اونم اونجا ببرین، چی در توان، چی در داخل قوس، چی در داخل جذر، چی حتی اگر ما زاویه ها داشته باشیم، ساین یک زاویه، شما میتونید داخل زاویه رو میتش کنید و ببرید و حلش بکنید. خب میایم سر خواص به شکل تشریح
او را قرار میدیم که خواص لیمیت کدام ها هست و چطور ما میتونیم توسط در دو سوالات حل بکنیم. خب خاصیت اول لیمیت را یاد بگیریم که اگر x ما تقارب به یک عدد a کنه، اینجا یک عدد ثابت k باشه، لیمیت k که x تقارب به a کرده باشه، k یک عدد ثابت شد، جوابش خودش اینمی کیست اگر تقارب به هر چیز باشه. خاصیت اول، لیمیت یک عدد ثابت خود عدد ثابت است. به یک مثال براتون حل کنم، لیمیت که x تقارب کنه مثلا به پای بر 4، چند؟ پای بر 4. اینجا من نشون میکنم کوساین پای بر 4، میگم اینی لیمیت رو پیدا کنیم. سعی کنیم کوساین پای بر 4 خودش یک عدد است. کوساین پای بر 4 کوساین 45 درجه چند است؟ جذری 2/2. این خودش در حقیقت یک عدد ثابت است. عدد ثابت لیمیتش خودش اونم عدد است، اگر تقارب به هر چیز باشه. خیلی من نشته نکنم که جواب از این خودش کوساین پای بر 4 است و کوساین پای بر 4 یا 45 درجه چند است؟ جذری 2/2. خیلی لیمیت ما چند است؟ جذری 2/2. یعنی هیچ در اینجا ما قیمت عوض را کردیم، هیچ همی تقارب نگذاشتیم به خاطر که این عدد ما ثابت است. میایم سر خاصیت دوم، لیمیت که x تقارب کنه به یک عدد. اگر در تابع ما تابع f x داریم، اگر در این تابع ما یک عدد به نام c ضرب شده باشه، یک عدد چی شده باشه؟ ضرب شده باشه، ما میتونیم این عددی که در تابع ضرب شده ای را بیرون بکشیم. این قسم که c ضرب لیمیت که x تقارب کرده باشه به a از f x، یعنی لیمیت را پیش بردیم، عدد ثابت را عقب کشیدیم. مثالش، مثلا من میگم لیمیت که x تقارب کنه به 2، اینجا نشون میکنم 3x مربع مساوی میشن، این 3 ثابت است، 3 را بیرون میکشم، اینجا نشون میکنم که 3 لیمیت که x تقارب کنه به 2 از x مربع، فکر کنم عدد ثابت چیکار عقب آوردم در حالت ضرب قرارش دادم. این مساوی میشه، اینا رو 2 وزن میکنیم، 2 مربع 4، 3 ضرب قیمت لیمیت ما 4 شد، 3 4 12. این شد خاصیت دیگه ایش. خاصیت سومش ما میتونیم نوشته بکنیم که لیمیت که x تقارب کرده باشه به a، دو تابع داره، یکی f x یکی g x، در حالت اگر جمع قرار داشته باشه و یا هم تفریق، ما میتونیم جدا جدا بگیریم. مثلا اینطور نشته میکنم لیمیت که x تقارب به a کرده باشه f x، مثبت اگر مثبت باشه، منفی اگر منفی بود، هر حالتی که داشت اونم برش ما نشته میکنه، لیمیتی که x تقارب کرده باشه به a gx، یعنی شما جدا جدا ای را قرار داده میتونید. مثالش، لیمیتی که x تقارب کنه به 0، من نشته میکنم کوساین x مثبت ای به توان x، سعی کن ای یک تابیس ای دیگه تابیس در حالت جمع قرار داره، چطور ما میکنم؟ اینطور که لیمیت که x تقارب کنم به 0، کوساین x جدا نشته میکنم، مثبت این لیمیت به اینجا میارم، لیمیت که x تقارب کنم به 0 ای به توان x، این را جدا میگیرم. خب میایم کوساین 0 وضع میکنیم، کوساین 0 چند میشه؟ 1، مثبت ای به توان 0، اگر وجه x 0 وضع کنیم میتونیم نشته کنیم که ای به توان 0 چند میشه؟ 1. عدد به توان صفر یک میشه، یک جمع یک 2، لیمیت ما قیمتش پیدا شد. یعنی اگر ما چند تا به داشته باشیم در حالت جمع و تفریق باشه، هر کدومش ما جدا جدا گرفته میتونیم. این شد سه خاصیت لیمیت. یک دو خاصیت دیگه شام براتون نشون میکنم ادامه. خب میایم سر خاصیت دیگه لیمیت، خاصیت چهارمش هم میتونیم نشون بکنیم که اگر ما لیمیت ها در حالت ضرب داشته باشیم، دو تا بیس f x ضرب g x، دو تا بیس در حالت چی هست؟ در حالت ضرب قرار دادن، ما میتونیم اینا جدا جدا نشته بکنیم، لیمیت که x تقارب کرده باشه f x ضرب لیمیت که x تقارب کرده باشه به a g x، یعنی هر دوش جدا جدا ما چی میکنیم؟ قرار میدیم. مثلا لیمیت x تقارب کرده به 2، نشته میکنم x مربع ضرب e به توان x، دو تا بیس در حالت ضرب است، جدا جدا نشته میکنم، لیمیت x تقارب کرده به 2x مربع
ضرب لیمیتی که x تقارب کرده به 2 ای به توان x. ای را جدا، ای را جدا. حالا قیمت از این دو برابر میشه 4. ضرب به جای ای که 2 وزن کنیم ای میشه ای مربع. خیلی 4 ضرب ای مربع میشه 4 ای 4 ای مربع. یک خاصیت دیگر پنجمش، لیمیتی که x تقارب کرده باشه به a، اگر دو تابع داشته باشیم و دوش در حالت چی باشه؟ در حالت تقسیم باشه. ما میتونیم این را جدا جدا بشتر بینیم. لیمیتی که x تقارب به a کرده باشه از fx جدا، تقسیم لیمیتی که x تقارب به a کرده باشه از gx جدا. این در این حالت ما یک شرط داریم. شرط چی است؟ شرط این است که مخرج ما باید صفر نشه. لیمیت مخرج ما یعنی لیمیت جی اکس ما که مساوی به یک عدد میشه، مثلا عدد بی، این باید خلاف صفر باشه. چرا که عدد ما اگر مخرج ما صفر شد، عدد تقسیم صفر لایتنهی میشود. باز لیمیت ما جواب در اون صورت پیدا نمیکنه. شرط ای است در حالت تقسیم که مخرج ما باید چی باشه؟ خلاف صفر باشه. مثلا لیمیتی که اکس تقارب کرده باشه با یک عدد میگیریم، مثلا یک، بالا داشته میکنیم که ای به توان x منفی 1 و در پایین داشته میکنیم که x مربع. دو تا بیس ما جدا جدا داشته میکنیم. لیمیتی که x تقارب کرده باشه به 1 ای به توان x منفی 1 تقسیم لیمیتی که x تقارب کرده باشه به 1 از x مربع. اینجا اگر 1 وزن کنیم از 1 که 1 کم شوه 0 میشه، ای به توان 0 1. اینجا اگر یک وزن کنیم یک، اگر مربع کنیم یک میشه، یک تقسیم یک بازم یک میشه. جواب لیمیت ما چند شد؟ یک شد. این شد خاصیت های لیمیت و همون خاصیت اولی را اگر یاد داشته باشیم تمام این خاصیت ها حل میشه. به خاطر که لیمیت پشت متحول چی میکنه؟ میدوه و یا هر وقت که هر جای متحول قرار داشته باشه لیمیت ما الامونجا میره. با امید از اینکه خواص لیمیت ها را یاد گرفته باشید، شاگردای عزیز کارخانگیتان انجام بدین و تمام سوالاتی که در عقب از این درس ما داریم به نام تمرین و فعالیت تمامشان حل بکنین و به ما ارسال بکنین. وقتی خوش داشته باشین، کامیابیتان میخوایم. تشکر از توجهتان. خداحافظ.